Rest in peace. نلسون ماندلا به نامترین فرزند جمهوری آفریقای جنوبی روز یک شنبه در زادگاهش روستای کونو برای همیشه در خاک غنود. در مراسم تدفین وی جمعی 450 نفره از جمله جاکوب زوما رئیس جمهوری، خانواده ماندلا، برخی اشخاص برجسته و نیز فعالان و رهبران سیاسی و داخلی شرکت داشتند. حدود 27 سال از 95 سال عمر مادیبا، نامی که قبیلش نلسون ماندلا را بدان صدا می‌زد، در زندان نژادپرست آفریقای جنوبی سپری شد. وقتی از زندان آزاد شد، ناممکنی که به ذهن کسی خطور نمی‌کرد ممکن شد. از بخشودگی و از مصالحه سخن گفت و اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست کشورش شد و جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. امروز در روز مصالحه ملی از تندیس اسطوره مبارزه با آپارتاید پرده برداری می شود. تندیسی که شاید چندان با روح و شخصیت مادیبا سازگار نباشد، اما گرامی داشت مردی است که آزادی و برابری را بزرگترین موهبت برای انسان می دانست.